دیگه از قم بلند شدم اومدم تهران، رفتم پیش سلطان الواعظین اعلی الله مقامه الشریف، این بزرگواری که خیلی حق به گردن شیعه داره. رسیدم خدمت این بزرگوار، کسی پیشش بود، میخوام خاصیت مهدی باوری رو تو زندگی بگم که چیه. کسی پیشش بود، سلطان برگشت بهش گفتش که فلانی قصت رو برای این شخص تعریف کن و اینم برای مردم بگه. او باش، من یه روز صبح بلند شدم، مختصرش میکنم زیاده، من یه روز صبح بلند شدم نماز صبحم رو بخونم، دیدم بدنم لمسه، فلجم، نمیتونم حرکت بکنم. به زن و بچه‌م گفتن، اومدن زیر بغلامو گرفتن، رفتم وضو گرفتم، نمازمو خوندم. خانومم صبح که شد هوا روشن شد رفت یه طبیبی آورد منو معاینه کنه، معاینه کرد، به خانومم برگشت گفت دیگه برای شوهر شما درمانی وجود نداره، سکته کرده، نصف بدن فلجه، فقط باید باش مدارا کنیم. خانومم ناامید نشد، رفتیم بیمارستان پارس، ما رو اونجا بستری کرد. یه ماهی تحت درمان بودم، شورای پزشکی گرفتن، تمام اطبا به خانومم گفتن در این کره خاکی درمان برای شوهر شما نیست. نیست. ناامیدی خیلی سخته ها، ولی کسی که باور داشته باشه ناامید نمیشه. تو هر وقت مطمئن شدی خدا نداری ناامید شو، هر وقت مطمئن شدی امام زمان نداری ناامید شو، هر وقت مطمئن شدی امام رضا نداری ناامید شو، ولی تا این بزرگانو داری یا ناامیدی معنی نداره. تو کس داری؟ تو آقا داری؟ تو صحاب داری؟ باور میکنی صحاب داری، آقا داری، کس داری؟ که فرمود به شیخ مفید انا غیر مهملین لمراعاتکم. فکر نکنید ما شماها رو فراموشتون کردیم، ما به یادتون هستیم، دستتون رو میگیریم. یه فایده ای نداره، باید بیایم خونه. خانومم منو سوار ویلچر کرد و آورد خونه. تو خونه نشسته بودم، این میخواستم یه حرفی به خانومم بزنم، خجالت میکشیدم بگم نگم، بگم نگم. خانومم فهمید، گفت چی میخوای بگی؟ بگو. گفتم آخه برای تو خیلی زحمت داره. گفتم نه. به من گفت نه، بگو، بگو چی میخوای بگی. بهش گفتم خانوم، طبیب فقط همینا بودن که تو بیمارستان پارس منو دیدن معاینه کردن، ما دیگه طبیب نداریم. چی میخوای بگی؟ حرفتو بزن. خانم بریم کربلا. باش، از ما اساسیه رو آماده کنم. خانم میخوایم بریم کربلا؟ به فک و فامیل نگی داریم میریم کربلا ها، او داریم میریم برای دوا درمون یک کشوری. چرا؟ چون ممکنه، الله اکبر از این معرفت، چون ممکنه بریم کربلا مشیت خدا به شفای من نباشه. نمیخوام وقتی برگشتیم مردم بگن دیدی حسینم دست رد به سینتون زد، دیدی اونم جواب ردتون داد. آخه بعضی ها نمیفهمم، به خدا بعضی ها این شیرینی زیر زبون شما رو نمیچشن که حرفای نامربوط میزنن. بابا بیا یه بار از اول تا آخر بشین تو این فضا، اون موقع لذت رو میفهمی یعنی چی. میگه اومدیم با ماشین رسیدیم کاظمه. به خانومم گفتم خانوم اول بریم کربلا، اول کربلا. باش، سوار ماشین شدیم اومدیم کربلا. اول ماه رجب رسیدیم کربلا. هر روز خانومم منو سوار ویلچر میکرد، میابود روبرو ایوون طلای سید و شهدا، گردنمو کج میکردم. حرفیو که میرزا اسماعیل زد دلش باز شد، شما میگیده میشه، من میگم شما هم زیر لب با من بگیر. گردنمو کج میکردم، دستامو دراز میکردم. وصف العیش نصف العیش دیگه. کربلا رفتی؟ نرفتی؟ انشالله امضا میکنن میری. گردن رو کج کردن، اینجوری دستامو دراز میکردم، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن. آقا یه نگاه بسته به خدا بسته. هر روز می اومدیم کنار این ایوون گردن کج می کردیم،
ماه رجب 5 روز گذشت، دهه اول گذشت، به نیمه رسید شفا نیومد. از نیمه گذشت به 20 رسید. هر روز ما می اومدیم جلو ایوون گردن کج می کردیم تا آقا کی نگاه به ما بکنه. عزیز دلم، گاهی وقتا یه چیزی رو بهت نمیدن، قهر نکنی بری، یا دوست دارن که بهت نمیدن، چون اگه بهت بدن میری دیگه بر نمیگردی. بیا اصرار کن، سماجت بکن، بهت میدن. دست از این گدایید بر ندار. ماه رجب به نیمه رفت، 20 گذشت، 25 رو کردم به خانومم، گفتم خانوم انگار خدا نمیخواد ما شفا بگیریم، باشو اسباب اساسی همونو جمع کنیم بریم اعتاب مقدسه رو زیارت کنیم، برای ما رمزون برگردیم ایران. سوار ماشین شدیم، از کربلا وداع کردیم، اومدیم سمت سامرا. اما قبل از این که بریم سامرا، اونایی که رفتن من اینجوری حرف میزنم و اصلا یه حالی میشن یارشون میاد، قبل از این که برسی سامرا، یه حرم نازنین، یه حرم سید محمد عموجان امام زمانه. عربا خیلی اعتقاد دارن، شلوغ‌تر از خود حرم تو سامرا حتی حرم سید محمده. میگه اومدیم حرم سید محمد زیارت کردیم، زیارتمون تموم شد، هوا گرگومیش، سوار مینیبوس داریم میریم به سمت سامرا. تو راه که میرفتیم دیدیم کنار بیابون یه مردی وایستاده به لباس بادیه نشین اهل سامر را، دست بلند کرد زدیم کنار، اومد بالا. کنار راننده یه صندلی چوبی بود و این صندلی چوبیه نشست. من پشت راننده کنار دوتا صندلی اینجوری لم دادم، چون بدنم لمسه، نمیتونم حرف بزنم و حرکت بکنم. یه وقت اون آقا شروع کرد قرآن خوندن. آخ آخ آخ، قرآن میخون، چه قرآنی، چه خوش از صوت قرآن، ز تو دل رو باشنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا. آیه میخون، چه آیه ای، خوش به حال اونایی که میگیرن، نوش جون اونایی که میگیرن. شروع کرد این آیات رو خوندن، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما. این آقا قرآن میخوند، راننده هق هق گریه میکرد. اینگه قرآن میخوند و گریه میکرد، این قرآن میخوند و گریه میکرد. قرآنش که تموم شد، رو کرد با لهجه شیرین عربی به راننده اسمش رو صدا کرد، فلانی خوبی؟ زن و بچت خوبن؟ آقاست دیگه، زن و بچت خیلی دلت میخواد بری امام رضا؟ نه؟ آره آقا خیلی دلم هوای امام، ولی میخوام با زن و بچه‌ام با هم برم، پول ندارم. او پول نداری؟ ما بهت میدیم. دست کرد تو جیبش یه مقدار پول در رو، گفت بیا با این دست زن و بچه تو بگی با هم برید مشهد امام رضا، این پولم پیشت به امانت بمونه، تو مشهد یه نفر میاد با این مشخصات پولو بهش بده، بگو بیشتر از این از ما نخواسته بودی. تو دلت میخواد بری مکه؟ نمیشه. تو دلت میخواد اونا جور میکنن، کربلا میخوای بری؟ نمیشه. صحبتش که با راننده تموم شد، بابا برگشت عقب یه نگاهی به من کرد، آجون یه نگاه امشب به ما بکن دیگه.